در سوم ماه می سال 1919 میلادی شاه امان الله جنگ را در 4 جبهه از جلال آباد، پکتیا و کندهار در برابر بخش‌های زیر اداره هندی بریتانیایی آغاز کرد. نخستین حمله سربازان افغانستان در دره قبایلی خیبر 3 روز بعد با واکنش سربازان بریتانیایی روبرو شد. نیروهای بریتانیایی در این جنگ از حمله‌های هوایی نیز در برابر سربازان افغانستان کار گرفتند، اما این جنگ کمتر از 2 ماه دوام کرد. پدر من این جنگ‌ها بود، بسیار دلچسب است. او برای ما قصه های خود کرده که وقتی که لشکر رسمی ولادت امان الله خان به پکتیا رسید به سرحدات برای جنگ آمادگی میگرفت، بسیاریش پایتاوه میگن، یک چیز نه به جای جراب پیش میپوشیدن، پایتاوه ندارد و بسیاریش بود ندارد، پایلوچ روان بود در آه و اسلحه هم نه و نبود، یعنی تو نبود که شما کلاشنکوف بکشن و با کلگی تقسیم کنین، یک دانه توفنگی که او ناویی میگفتن از او، یک دانه تفنگ انگلیسی 5 تیره و اون برای یک عسکر خوشبخت اگر رسیده بود. بسیاری که تفنگ های دانپور هم رفته بودن، همی که از دان بالوت مفته، بسیار وسیله ابتدایی خرون موازی است. هرچند نظام شاه امان الله از رهگذر داشته های نظامی توانمند نبود، اما او توانست که حس آزادی خواهی را در میان شهروندان کشور و سربازانش زنده نگه دارد. در آن هنگام شمار نیروهای شاه امان الله 50,000 تن بود، اما در آن هنگام که تازه جنگ جهانی نخست به پایان رسیده بود، بریتانیا کمتر میکوشید که نیروهایش را در افغانستان سرگرم نگه دارد و به یک آتش بس با حکومت افغانستان توافق کرد. هر دو طرف مجبوریت های داشتن، انگلیس نمیخواد به منطقه دیگه درگیر شد و امان الله خان هم امکانات کافی برای جنگیدن با انگلیس نداشت، میخواد پادشاهی خودش مستقر شود. به این دلیل هر دو طرف آماده شدن و آتش بس اعلان کنند. به باور نویسندگان، نیروهای بریتانیایی در سومین جنگ افغان انگلیس از هواپیماهای جنگی کار گرفتند و بخشهای قبایلی را آماج قرار دادند و پس از آن گروههای قبایلی نتوانستند که برای حمله به بخشهای زیر اداره هند بریتانیایی بسیج شوند. اما شاه امان الله در نامه‌ای به مقامهای هند بریتانیایی در برابر حمله‌های هوایی آنان اعتراض کرد و خواهان سال برسیدن به یک توافق سیاسی شد. د استقلال موضوع چرالنو افغانستان د خپل خارجي اړیکو واک هم واخیسته او په لومړي قدم کې د سیمې د هیوادونو سره اړیکې جوړې کړې، د نړۍ د هیوادونو سره اړیکې جوړې کړې، یعنی افغانستان یې د ترقی او د پرمختګ خواته سوق. جنگ ها میان دو طرف از 3 می تا 8 آگوست ادامه پیدا کرد تا اینکه پیمان راولپندی امضا شد و زمینه آن فراهم شد تا افغانستان به کشور مستقل مبدل شود. برخی از نویسندگان نگاشتند که در این جنگ 1,000 سرباز افغان و 230 سرباز بریتانیایی کشته شدند.